مثل پروانه میرخصید و مثل زنبور نیش میزد. محمد علی کلی، معروفترین بوکسر سنگین وزن و سه بار قهرمان جهان که خودش را این طور تعریف میکرد: من بهترینم. عنوانی که الان اسم این نمایشگاه در مرکز اوتو لندن است که صدها اثر مربوط به زندگی این اسطوره بوکس در آن به نمایش گذاشته شده، مثل این دستکشی که در مقابل جو فریزر پوشید در مسابقه‌ای که به مبارزه قرن معروف شد. اینجا نمونه ای از کمربندهای قهرمانی جهان و روپوشی که دوستش خواننده راکن رول الویس پرسلی به او هدیه داد. این دستکش های محمد علی هستند که در اولین مسابقهش با هنری کوپر بیش از 50 سال پیش همینجا در لندن جنجال به پا کرده. مربی محمد علی متهم شده بود که این دستکش ها رو قصدی پاره کرده تا محمد علی بتونه نفسی تازه کنه، وقت بخره و رقیب بزرگش هنری کوپر را شکست بده. اما محمد علی کلی فقط یک بوکسور فوق‌العاده نبود، بلکه یک هنرمند با رقص پای مشهورش، یک شومن شوخ و پرسر و صدا و یک فعال سیاسی بود که برای خیلی ها به یک الگو تبدیل شده بود. کاسیوس کلی، محمد علی، رو تمام ما بوکسورای جهان یک اثر خیلی مستقیمی داشته. برای بعضیا روی سبک بوکسشون، برای بعضیا روی سبک رفتارشون در زندگی. مهمترین، معروفترین، بزرگترین مسابقه بوکس تاریخ در کینشازا بود بین محمد علی و جورج فورمن. هر بوکسور جهان این مسابقه رو نگاه میکنه و همیشه آرزو داریم عین همچین شخصی بتونیم تاکتیک انجام بدیم و مسابقه خیلی سختی رو ببریم. محبوبیت محمد علی کلی تو جهان مسلمونا، خصوصا تو کشور ما، از قدیم و تا کنون به خاطر مسلمان بودنشه و من فکر میکنم نرفتن به جنگ ویتنام یکی از دلایلی بود که ایشون محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرد. گوشه ای از این نمایشگاه به کودکی محمد علی کلی اختصاص داده شده. او بوکس را در سن 12 سالگی شروع کرد، بعد از اینکه یک نوجوان دیگر دوچرخه او را با زور و کتک دزدید و مشتزنی برای او از آن موقع مثل انتقام بود. حالا محمد علی کلی در سن 74 سالگی در مقابل مرگ سر فرو آورد، ولی جایگاه او هنوز نسل‌ها بعد پررنگ مانده. آصفه برات، بی بی سی، لندن. از زمان مرگ محمد علی در سن 74 سالگی در مقابل اینجا، یعنی خانه او در لوی‌ویل در ایالت کنتاکی آمریکا، مردم جمع میشن و به احترام او گل در اونجا میگذارن. قراره که همین جمعه ای که میاد در همین شهر در لوی‌ویل مراسم خاکسپاری عمومی برگزار بشه. البته هنوز لیست و فهرست مهمان ها مشخص و نهایی نیست، اما از سیاستمداران و افراد مشهور مختلفی نام برده میشه، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که در این مراسم شرکت میکنه. شایعاتی هم در مورد شرکت حامد کرزی بود، احتمالاً حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم ممکنه به آمریکا سفر کنه برای این مراسم.